عزیز ایران، با درود به تمام ایرانیان که در هر جای دنیا دارین زندگی میکنین، در هر کشوری که دارین زندگی میکنین، امیدوارم سلامت باشین و دست خدا با تک تک شما عزیزان باشه. وقتی دیگر اومدیم خدمت شما عزیزان به کارگردانی آقای یاسر عزیزم، امیدوارم که شما هم خوب و سلامت باشید. بذار برنامه رو با دعای آغاز بکنم بیام خدمتتون. خداوند عزیزم، شکرگزار و سپاسگزارم برای این وقتی که به من دادی ای قدوس. از تو میطلبم ای خداوند در نام قدوس عیسی مسیح، برنامه من تحت کنترل و حمایت خودت قرار بده ای خداوند. هر چیزی که از زبانم بیرون میاد قدوس نام تو رو جلال بده. شکرت میکنم ای خداوند برای این وقت، شکرت میکنم برای عزیزانی که دارن این برنامه رو میبینن ای خداوند، به شکرت میکنم ای خداوند برای این تلویزیون ای خداوند، شکرت میکنیم برای همه چیزی که خداوند از توست و ایمان داریم که دست پر از مهرت توی ایران و ایرانی هست ای خداوند. امروز کمک ما از جانب توست، پس به تو اعتماد داریم ای خداوند و به نام قدوس عیسی مسیح طلبیدیم، آمین. خب عزیزان شمالی، شما چطورین؟ برای شمی اول خوبه؟ شمال چی خبر؟ همه جا برف بارون چیست؟ یک دن زنگ بزنیم ببینیم چی خبره. امیدوارم که همیشه سلامت باشین، همیشه خوب و خوشحال باشید. خب عزیزان، بذار شعر منم بخونم بعد بیام خدمتتون، هم از کلام خدا براتون بخونم، هم از بقایی که این روزا تو ایران رخ داده، به تظاهراتی که در خارج از ایران، به خصوص دیروز در لس آنجلس هم بود. اسم شعرم از شکر بی پایان به نامت ای مسیح. میگه ای مسیح، دستها به سوی تو بلند است. ای مسیح، مردمان رنج دیده نگاهشان به فیض توست. مسیح، ای مسیح، با لطف پرمهرت کمک کن. ای مسیح، تا شوند آزاد فرزندان رنج دیده. مسیح، از دهان زورگویان خشمکین آید میان، تا که گیرن ملت مظلوم گروگان. ای مسیح، لطف تو بالاتر از خشم دشقیم است. مسیح، لطف تو بالاتر از خشم دشقیم است. مسیح، نام تو بالاتر از مهر و صفای مردمان است. ای مسیح، یاری و لطف کمک از جانب توست. ای مسیح، یاری و لطف و کمک از جانب توست. ای مسیح، تا که گردد آزاد این جان بی جان. ای مسیح، شکر بی پایان به نامت ای مسیح. جلال باد بر نام خداوندم عیسی مسیح. امیدوارم که خوشتون اومده باشه عزیزان، شعرهایی که خداوند به ما میده ما برای شما میخونیم. دیروزم میدونین که تظاهرات بود در لس آنجلس، در فدرال بیلدینگ، که هزاران آدم اومدن اونجا بر علیه رژیم اهریمن صفتی شعار دادن، به خواستار سرنگونی این رژیم هستن. تمام ملت ایران خواستار سرنگونی این رژیم هستن، چون رژیمی که 40 سال دزدی و غارت و کشتار و نابود کردن فرهنگ و دادن دریای خزر به بیگانه، دریای فارس به بیگانه، حتی شنیدم که اتوبان کرج به تهران هم دادن به ژاپونیا، اجاره دادن به ژاپونیا. یعنی ملت بفهمین که این دولت بجز خرابی، بجز فروش و حراج ایران، چیز دیگری در دست نداره. شما عزیزانی که این روزا اومدین با مشت محکم به دهان این یابوگان که همیشه چرت و پرت دارم میگم فقط زورگویی و با غارتگری بلدن، نشون دادیم به اینا، مردم دنیا هم شما رو دیدن. این عکس‌ها رو بیشتر برای سازمان ملل بفرستین. البته میدونم خیلی‌ها فرستادن، ولی سازمان ملل میتونه حکم اجرایی داشته باشه که اینا رو محکوم بکنه، به قطعنامه صادر بکنه. هرچی هم تا حالا که قطعنامه این همه صادر شد، ولی ما چیزی از اینا ندیدیم. یه قطعنامه صادر میکنن برایشون، میگن که آقا این قطعنامه است بر علیه جمهوری اسلامی، ولی جمهوری اسلامی هیچ عملی انجام نمیده. باید عملی انجام بدن، باید خود سازمان ملل هم اینو تحریم بکنه. درست الان آمریکا اینو تحریم کرد از همه طرف، حتی این مرد شهردار تهران بود، نمیدونم کی بود، داشت صحبت میکرد،
میگفت که گران کردن بنزین کار آمریکاست. آخه این یابوگوهای چرتیپی از چیه چیه؟ آمریکا چی کاری به بنزینت داره که گران بشه یا ارزون بشه؟ میگه چون ما رو معاصره نفتی کردن نمیذارن ما نفت بفروشیم. بابا ما نفت بفروشیم، شما 40 سال فروختین، پولش کجا رفته؟ 40 سال. اگه یاسر جان من میتونه این تظاهرات لس آنجلس نشون بده همینجوری که من حرف میزنم اونم ببینی شما. 40 سال فرهنگ یک ملت نابود کردین شما، هزارون سال فرهنگ به صفر رسوندین. اینقدر مردم ما ریاکار، الان بعضی ها ریاکار شدن، البته همهشون نیستن، جمع نمیبندیم به همه، ایده معدودی هستن، 15-20% آدم هایی که واقعا وجدانشون نفروختن، ولی واقعا ملت ایران این روزا نشون دادن که بر علیه ظلم نمیمونن. ولی بایستی وقتی جوونا میان توی وسط میدان، مردم شما باید اینا رو سپورت بکنین، شما باید اینا رو دورشون نگه دارین که این بدبخت ها ضربه نخورن. ولی دیدیم که چقدر زدن اینا رو، دیدیم که خود بسیجی هایی که تو اینا بودن باتون و اسلحه بیرون آوردن، اون کشتار هم بیشتر اونا بودن، 150 و اونا مردن. این هم تظاهراتی که دیروز در لس آنجلس بوده. شما میبینین واقعا در لس آنجلس، در کانادا، در تمام کشورها بر علیه جمهوری اسلامی. آقا نمیخوان، مردم شما رو نمیخوان. شای با او عظمتی بنده خدا اومد دید که مردم گفتن تو رو نمیخوایم به خاطری که نه کشتار بشه، نه ملتش اذیت بشه، نه اینکه کشورش خراب بشه، پاشو گذاشت رفت. آخه شما 40 سال چی میخواین؟ پول که خواستیم برداشتین، مردمو که داغون کردین، فرهنگ مردمو که نابود کردین. شما فکر مونین تا کی زنده این آقای خامنه‌ای؟ تا کی زنده این شما؟ مثلا چقدر فکر میکنی اون بکنی؟ 10 سال دیگه، 5 سال دیگه با آمپولای گران قیمتی که بهت میزنن که وقت تو اضافه بکنن، یه روز دیگه به عمرت اضافه کنن، که چی بشه؟ مسئله که ریشه دینیه، ریشه اسلامه. وقتی ریشه خراب باشه، هر حکمی از اون کتابش میاد که آقا بزنیم بکشین. پری روز یه نفر اومده رو خط میگفت که آقا شما به مسیح ایمان آوردیم، میخوام برگردین دوباره به اسلام ایمان بیارین. چی رو به اسلام ایمان بیاریم؟ اسلامی که میگه بگیرین اگه عقیده ایم من با تو یکی نباشه بکشین همه رو. اسلامی که اگه بعض مرد حق میده 5 تا زن بگیره، هر کاری دلش میخواد به زن هیچ حقی نمیده. واقعا من تعجبم که چرا این خانوما به اسلام چسبیدن. شما نگاه بکنین، میگم فرهنگ ما رو خراب کردن به خاطر یک زن مرد جوون بعد از همدیگر که دوست داشتن، بعد از یک مدت با هم عروسی کردن. یه روزی میخواستم برن خونه فامیل مرد میمونی، پسر گفت من بعدم میام. دختره رفت با ما، مثلا مادر شوهر و اینا رفتن. هی واسطات مرد زن واسطات دید که شوهرش نیومده، دلش شور زد، گفت بذار برم خونه ببینم چی خبره. رفت خونه، مردشو با کی دیده باشه خوبه، لخت. اینی میگم که فرهنگ ما خراب شد. شوهرش با خاله خودش لخت دید اونجا، زنه لال شد، دو روز سر صحبت نمیتونست بکنه. اینه میگم که فرهنگ ما رو اینا خراب کردن، اصلا زیر پا له کردن. آقا یک خواهرزاده با خالش، به کی بگه آدم اینا رو؟ میدونی چند تا از اینا تو روزنامه زنه نوشته بود؟ نگین دروغ، اینا واقعیت فرهنگ ایران امروزه. شوهره با خالش لخت. آخه اون خاله چی؟ اینی که اون دفعه هم گفتم 3 تا داماتا با مادر زنشون میخواستن زناشون رو طلاق بدن، مادر زنشون رو بگیرن. آخه این فرنگی که نابود شده، برای اینکه یک دین شیطانی، دینی که از خدا نیست
با ما از خدا را جدا کردن، ما را از خدای زنده جدا کردن. عزیزان، ما امروز به اون خدای زنده احتیاج داریم که این فرهنگ ما به این صورت نشه که زن منتظر شوهرش باشه، شوهرش با خالش در خونه تنها دارن عشق میکنن برای خودشون. امروز روز اتحاد ما مردمه، امروز روزی است که ما باید به فرهنگ خودمون پس بگیریم از اینا، نشون بدیم که ما ایرانیا به این فرهنگ اسلامی آشغال نیومدیم طرف این فرهنگ، بلکه فرهنگ ما رو حفظ کردیم. آخه عقل من واقعا نمیکشه که یه خواهرزاده با خالش لخت باشه، زنه اونجا منتظر، زنه میخواست طلاق بگیره. ببینین همه چیز روی پول شده، پول، فقط پول. بعد اومد آشتی بگونه گفت من 1 میلیون نمیدونم 500 میلیون بهت میدم، بیا دوباره اینا رو فراموش بگونم. همه یه چیز شده پول، شخصیت همه ایران شده پول. مردو رو میگیرن شکنجه میکنن، جوانای ایران بعد میگه به مادره گفت 25 میلیون بده پسر تو بهت پس بدیم، پسرش بهش پس دادم 25 میلیون داد، پسره میگه رفته تو اتاق در بسته اصلا با کسی حرف نمیزنه. اینا بیرمن، ولی میدونین که یک روزی همین ملت شما رو نابود خواهند کرد، همین ملت زیر پای خودشون له میکنن شما رو. شما فکر میکنین که تا چی موقعی میتونین زندگی بکنین، تا چی موقعی میتونین حکومت بکنین؟ شما همه ریاکار و آدم هایی هستین که چون ایرانی نیستین وطن فروشین. خلیج فارس فروختین، اجاره دادین، دریای خزر رو 37% دادین به بیگانه ها. شما اگه یه ذره دیگه باشین یا براتون هیچی کفاف نمیکنه، ناموس خودتونم میفروشین. به مردم میگین که اگه میخواین بچی بیارین حامله بشین، برین دعای نمیدونم این قرآن رو دعا بکنین. بعدا آقای پسر خامنه ای میره توی لندن 1 میلیون یورو خرج میکنه یا پوند خرج میکنه که زنش حامله بشه. بنزین اینا همه بهانه است. مردم تا اینجاشون رسیده، مردم دیگه دیگه اومدن 40 سال از دست شما. شما فکر نکنین که چند روز سرکوب کردین خوابیده، نه، اینا همه زیر آتش زیر خاکستره. مردم نه اینکه شما اینا رو سرکوب نکردین، بلکه هر روزی شما رو دیغ میارن. به ملت ایران میخواین اینا رو دیغ بیارین؟ بیعترین چیز که دارین مثلا در یه خیابان میاین 5 دقیقه اونجا رابندون بکنین، برین دوباره 1 روز دیگه، 2 روز دیگه، جای دیگه، جای دیگه، اینجوری اینا رو دیغ بیارین که نه بتونن شما رو بزنن، نه بتونن شما رو بگیرن. با این دولتی که اینجوریه باید همینجوری این دیغ آورد. مثلا تو یه خیابون هستین، مثلا 5000 ماشین یه دفعه خاموش کنین، 10 دقیقه وایسین تا اینا بیان با خودشون بجون، باید روشن بکنین برین. همون 10 دقیقه کلی کار انجام میده. مسئله ما گناه، گناه، گناه در ایران به حدی رخنه کرده که شریر و شیطان به قول دانیال نبی شریر ملک فارس روی ایرانه، ولی ما میدونیم که دست خدا بالاتر از اون ملک فارسه. زن این همه حرف زدیم، یه دونه از مزامیر براتون بخونم بینیم خدا با ما چی میگه. از مزامیر 31 براتون بخونم عزیزان. یه ذره از خداوند قوت بگیریم، قدرت بگیریم، بدونیم که خدا با ماست، بدونیم که خدا با ماست. شما اینه بدونین که خدا با شماست عزیزان، هیچ نترسین، هیچ نترسین. اونا باید از شما بترسن، شما ملت 80 میلیونین، اونا خیلی خیلی باشن همشون 1 میلیون 2 میلیونن، شما 80 میلیونین.
از واقع وقوعشون نترسین، واقعا نترسین. میگه دعای توکل به خداوند، میگه ای خداوند تو پناه، به تو پناه آوردم، نگذار هرگز سرفکنده بشم. ایمان دارم که ملت من هیچ وقت سرفکنده نخواهد شد تا که دست خدا بر ملت منه. میگه تو خدای عادلی هستی، پس مرا نجات ده. ایمان داریم که خدا نجات دهنده ماست و باید شما از این خدای زنده به نام عیسی مسیح دعا بکنین. تمام ملت به نام عیسی مسیح دعا بکنه خدا نجات دهنده ایرانه. ایمان داشته باشی. میگه به دعای من گوش ده و مرا نجات ببخش، پناهگاهی مطمئن و خانه حصاردار برای من باش. مرا بران ای خداوند، امروز ما را برهان. میگه تو جانپناه ما هستی و سنگر ما هستی، به خاطر نام خود ما را رهبری و هدایت فرمای. ای خداوند امروز حقیقتا این دعای ملت ایران به سوی تو، به دست نیاز به سوی تو خداوند دراز کردیم. میگه تو جانپناه و سنگر ما هستی، به خاطر نام خود ما را رهبری و هدایت فرما. ما را از دامی که برای ما نهادن این آخوندهای خداوند حفظ نما و ما را از خطر برهان. به تو پناه می آوریم، روی خود را به دست تو می سپاریم. ای خداوند خدای حق، تو بهای آزادی ما را پرداخت کرده ای. عیسی مسیح بهای آزادی ما را با خون خودش پرداخت کرد. عزیزان روی صلیب رفت، با خون خودش بهای آزادی ما را پرداخت کرد. امروز به نام عیسی مسیح ما باید دعا بکنیم تا عیسی مسیح ما رو نجات بده. میگه به تو پناه می آوریم، روی خود را به دست تو می سپاریم. ای خداوند خدای حق، تو بهای آزادی ما را پرداختی. از آنانی که به بت اعتماد می کنن، اینا همه بت پرستان هستن. عزیزان به بت اعتمادی نیست، بتی که نه زبان داره نه چشم داره، اگه داره نمی بینه، اگه زبان داره نمی تونه صحبت بکنه، گوش داره نمی شنوه، چون بته. ما امروز دست نیاز به سوی خدا باید دراز بکنیم، با محبت کردن همدیگر، با شخصیت دادن به همدیگه، اعتماد کردن به همدیگه، اتحاد با همدیگه. نگاه بکنین اتحاد وقتی به خرج میدین، تمام کشورهای دنیا ایرانیا بر علیه جمهوری اسلامی متحدن با هم تظاهرات کردن. وقتی اتحاد بشه این رژیم اینقدر متزلزله که میفته. ایمان دارم میفته. اینا ترسوتر از اونه هستن که شما فکر بکنین. اگه یه نفر شما رو گرفتن دارن میزنن، همه شما وقتی حمله بکنین به اینا هیچ غلطی نمیتونن بکنن، میزنن پس. میگه از آنانی که به بت اعتماد میکنن متنفرم. خداوند میگه اونایی که به بت پناه میبرن متنفرم. خدا عزیزان امروز خدای زنده دست خودش دراز کرده در ایران، به شما میگه من به کمک شما اومدم، دست منه بگیرین، از من بخواین که من شما رو نجات بدم. امروز باور بکنیم، ما به نام عیسی مسیح وقتی دعا میکنیم برای خدا هیچ چیزی محال نیست. عزیزان هیچ چیزی محال نیست. وقتی به نام خداوند دعا میکنیم، به نام عیسی مسیح دعا میکنین، ایمان داشته باشین که دعاتون اجابت میشه. همه ما ایرانی ها اگر امروز زانو بزنیم و دست نیاز ما به نام عیسی مسیح از خدای پدر بخوایم، باور بکنین اینا رو خود خدا اینا رو میندازه. میگه من بر تو ای خداوند، ما بر تو ای خداوند توکل کرده ایم. ما ایرانی های خداوند. میگه به رحمت تو شادی میکنیم، زیرا به مصیبت های ما توجه نمودی و از مشکلات ما آگاه شدی. ای خداوند
ما را به دست دشمن نسپردی بلکه ما را نجات داده ای امروز. این خوندم که عزیزان تقویت بگیرین، قلبتون قوی بشه، امروز به نام عیسی مسیح دعا بکنین، باور بکنین که حکومت میلرزه، باور بکنین عزیزان، قدرتی در خدا هست که وقتی آفریدگار تمام دنیا است عزیزان، ما کره زمین یه نقطه است در کهکشان، یک نقطه ای که نمیتونی ببینی، ما تو همین سیاره شیری، همین سیاراتی که ما هستیم همسایه‌مون است، تریلیون ها ستاره است، ببین چقدر کهکشان عظیمه. بس به این خداوندی که عظمت این کهکشان رو برای شما به وجود آورد اعتماد و ایمان داشته باشیم، واقعا اعتماد و ایمان داشته باشیم. اگه یاسر جان من آماده است یک سرود گوش بدیم، برگردیم به شما عزیزان. همون دشتی که خیام جام دار های وله، تخت جمشید درونش جای دار های وله، بیا بریم کوه، کدوم کوه؟ همون کوهی که البرز نادار های وله، درکولار بلوچ و کردش پایدار های وله، درکولار جدا نکن، بلوچ و کرد رها نکن، مامه میهم به تو نیاز دار های وله، مام میهن به تو نیاز دار های وله، بیا بریم رود، کدوم رود؟ همون رودی که کارون شنزار های وله، قصه ارومیه چه دردی دار های وله، فخر و تندیز و نگیر، زبان تدریز و نگیر، تاریخ تبریز و نگیر، بابک تایسیز و نگیر، ترک آسی صبرش یه حدی دار های وله، ترک آسی صبرش یه حدی دار های وله، بیا بریم شهر، کدوم شهر؟ همون شهری که فریاد خش گرده های وله، پدر فقیر واسش زندگی شرمه های وله، اسمم رو حفظ نکن، میهنم رو تو قسم نکن، برای موندن بس نکن، درد ایران واسه ایرانی درد آی وله، درد ایران واسه ایرانی درد آی وله، بیا بریم جنگ، کدوم جنگ؟ همون جنگی که فتنه نام داره آی وله، تیتر اخبار برامون تام داره آی وله، گرونی مونده ده به خونمون سامون بده، شهر توفق هوای قب داره های وله، شهر توفق هوای قب داره های وله، جای ما رو پس بده، جای شعار نفس بده، هموطن با من بگو ایرانو میخوام های وله، هموطن با من بگو ایرانو میخوام های وله، هموطن با من بگو ایرانو میخوام های وله. ملت عزیز، واقعا سرود خوبی بود که تمام اقوام ایران داشت صحبت میخوند در این سرود، واقعا چیز جالب بود. به هر حال داشتم میگفتم که امروز این مزامیر سیه که خوندم براتون که خداوند با شماست و قوت قلب بگیرین، خداوند گفت، خداوند اعتماد بکنین عزیزان، به نام عیسی مسیح، خداوند گفت به اونایی که بت میبرستن متنفرم، خدا نمیخواد خودشو شما بت جای خدا بپرستین، خدا میخواد که وقتی بابای تو هست میگه من بابای تو هستم، چرا میری به دیوار و به بارگاه و نمیدونم به بت دست رازی میکنی؟ من زنده ام، من هستم پیش تو، با من حرف بزن، از من کمک بخواه که من پدر تو هم. امروز ما ایرانی ها به اتحاد همدیگه احتیاج داریم، به عشق ورزیدن به همدیگه احتیاج داریم، امروز باید ما ملت عاشق هم بشیم. ببینین عزیزان، پول در زندگی ما، ببین پول همون جور که خوبه همون جور هم ما رو نابود میکنه، بخصوص پولی در بیاریم که
رای راست نباشه. ببین برای یک دلار امروز یا یه مقام قضایی یا یه موقعیت بهتر ملت خودمونو نفروشیم، مملکت خودمونو نفروشیم. امروز ما با هم احتیاج داریم. ملت ببین مملکت ما به حدی ثروتمنده که 40 سال اینا دارن میدوزدن، باز اون مملکت پول داره، وضعش خوبه. من امروز میخواستم از گناه عرضت آدم و بخشش عیسی مسیح صحبت بکنم، چون دارم در این رابطه صحبت میکنم که عیسی مسیح، به نام عیسی مسیح از خدای پدر بخواین که امروز به شما رو نجات میده. دیروز تو تظاهرات لس آنجلس یه خانومی داشت صحبت میکرد، وقتی اومدم پیشش باهاش صحبت میکردم دیگه آخرای بنام بود. خانوم میگفت که من مسلمان بودم و الان هم مسیحی نشد. بعد 30-40 سالی که این با من گفت، 30-40 سالی که با مسیح دارم راه میرم ولی مسیحی نشد. میگفت که یک روز خوابیده بودم، یه مرض پوستی داشتم. این مرض پوستی من دکترها جواب داده بودم به من. به خانومم، خانوم درست 3 سال بود، معلوم بود خانوم خیلی خوشگل بود در جوانی، الان هم خوشگل بود. واقعا این خانوم مؤدب، خیلی خانوم خوب. میگفت که من پوستی داشتم، روی تخت خواب خوابیده بودم، عیسی مسیح در خواب و بیداری دیدم، نشستم اونجا. گفتم عیسی مسیح خوب نیست من بشینم تو سرپا؟ گفت دخترم بشین، من امروز به تو اومدم آرامش بدم، من میدونم چی میخوای از من. گفت من خجالت میکشیدم بهت بگم. گفت نه، من میدونم که تو، امروز من تو رو شفا میدم. میگه 40 سال پیش خداوند منو شفا داد. عاشق عیسی مسیح بود ولی به مسیح ایمان نیاورد بود هنوز. دیروز بهش گفتم تازه فهمید که بایستی بره تو کلیسا، بایستی با ایماندارا باشه، باید دعا بکنه به نام عیسی مسیح، قصد تعمید بگیره. ببینید شما در هر دینی هستین، وقتی عیسی مسیح رو صدا میزنین، عیسی مسیح کمکتون میکنه. هیچ چیزی برای خدا محال نیست. شما هر گرفتاری دارین امروز به نام عیسی مسیح دعا بکنی از گرفتاری ها رها بشین. میگه وقتی حضرت آدم، از رومیان 5:12 براتون میخونم. میگه وقتی حضرت آدم گناه کرد، گناه او تمام نسل بشر را آلوده کرد. گناه آدم چی بود؟ نافرمانی. که از میوهی که نمیخواست خداوند بهش گفت نخور، خورد. اون گناه عزیزان تا حالا که حالاست ما را اسیر کرده. فقط در نام عیسی مسیح میتونیم از اون گناه بیایم بیرون و پاک بشیم و از گناه آزاد بشیم، به نجات عیسی مسیح رو بگیریم. میگید از تمام نسل بشر را آلوده ساخت و باعث شیوع مرگ در سراسر جهان شد. وقتی گناه در انسان ها اومد، مرگ هم اومد. خداوند انسان رو ساخته بود که نه بمیره نه گناه بکنه، همیشه در بهشت زندگی بکنه، با خدا قدم بزنه. و آدم و حوا با خدا قدم میزدن، چون خداوند روی خودشو درش تمیده بود. ولی اینا فقط یک قانون کوچیک به اینا داده بود، هیچ چی به اینا نداده بود چی بکنین چی. یک فقط گفته بود از این میوه نخورین. میخواست اونم به خاطر اینی که ببینه اینی که ساختی اطاعت میکنه. شیطان از اون ساعت اومد، چون فرشته خداوند بود دیگه، یکی از بهترین فرشتگان خداوند و رهبر سرود بود، پرستش سرود خواندن بود. ولی وقتی ببین ملت، ببین این باید ما متوجه بشیم، یه نفری که میخواد بیاد ما رو بلند بکنه، یه هندوونه زیر بغلمون بیزاره، ما از خود بی خود نشیم، خودمون رو نبازیم که بگیم بله. شیطان اینجوری شد، فرشته ها اومدن گفت بله تو از خدا مگه کمتری؟ تو خیلی بالاتر از خدایی، به این خوشگلی، به این زیبا. خدا اونو خوشگل و زیبا آفریده بود که رهبر پرستش بشه
و یکی از بهترین فرشتگان خداوند بود. رو نافرمانی خودش به فرشته های دیگه اینو باد کردن، بله تو بالاتری فلانی، اینم گفت بله، غرور گرفت، فکر کرد بله خودش هم کسی است. رفت نافرمانی کرد و رفت خودش که سقوط کرد، رفت انسانم که خداوند آفریده بود، اونم باعث شد که میوه ممنوعه رو بخوره و از نااطاعتی از خداوند بکنه و گناه رو وارد انسانهای دیگه و دیگه تا حالا کرد. مگه یک بچه 2 ساله رو تو یاد میدی دروغ بگه؟ یه چیزی رو ور میداره بهش میگی مثلا این کلید تو برداشتی پشتش قایم میکنی، میگی نه من بر نداشتم. تو دروغ به این بچه یاد ندادی که دروغ در ذات انسان از آدم و حوا به ما ارث رسیده. آدم رفت سرغفلی زمین و دودستی داد به دست شیطان و صاحب زمین نیست شیطان، بلکه سرغفلی زمین فعلا داره، ولی به زودی زود از شیطان پس خواهد گرفت. نمیخوام مثلا شما رو ناراحت بکنم، ولی باور بکنین زمان زمانهای آخره. خداوند گفت که موقعی که کلام انجیل به گوش همه جهانیان برسه، دنیا به آخر خواهد رسید. الان با این تکنولوژی جدید 99% مردم به گوششون این کلام خورده. بس بیایم همدیگر رو دوست داشته باشیم، بیایم اتحاد به خرج بدیم، بیایم زیر ظلم نریم. چقدر ما باعث اسیر ظلمت این اهریمن صفتان بشیم؟ دولتی که یک ذره خوبی ازش نمیبینم مردم. چیز آقای روحانی داد میزنه آقا اونجا را آتیش زدن، اینجا را آتیش زدن، اینجا را آتیش. میدونی برای چی داد میزد آتیش زدن؟ خودشون اولش آتیش زدن، برای اینکه بانگی که آتیش گرفت از داخل آتیش گرفت. بس اینا همه مرحله بود که اینا چیده بودن همه چی رو، برنامه چیده شده بود. داد میزنه آتیش نزنیم، برای اینکه میگه آقا این های مالا امانت تو دست ما، مال لبنانه، مال فلسطینه، مال یمنه، مال الشعبی عراق، مال هزار کوفته زرمار تروریست هاست، اینا رو آتیش نزنین، بیزاریم پولا رو ما باید بدیم به این تروریست ها. شما ملت حقی ندارین در کشور خودتون، ما شما را اسیر گرفتیم به 40 سال تو دستمون داریم، نمیذاریم شما برین. وقتی قرائتی با نفهمگیری کامل خودش وقتی میاد توی تلویزیون ایران، مردم میگن مردم ما تازه رو خر سوار شدیم، مردم با ما میگن پیاده شو، مردم خر میدونه. اینا ای آخوندا به حدی وقیعن دروغگویی در ذاتشونه، یعنی در ذات اون اسلامه دروغگویی. اینا اصلا بی دروغ نمیتونن زنده بمونن، نفس نمیتونن بکشن. دروغ هم خمینی قبل از اینکه بیاد چه وعده‌ای به مردم داده بود؟ آب را مجانی میکنیم، شما را به انسانیت میرسونیم، به معنویات میرسونیم، نمیدونم برق را مجانی میکنیم، این همه. بعد اومد چی گفت؟ کسی که تکون بخوره بر علیه اسلام باشه قتل عام میشه. حضرت علی نمیدونم 800 نفر در یک روز کشت. اینا از صدر اسلام قاتل بودن. علی 800 نفر یک روز کشت. حسین نمیدونم چقدر آدم ها رو کشت. تو گرگان اینقدر کشتن اینا وقتی حمله کردن به ایران. این طرف جاده پر از جسد مردم ایران بود. یا میکشتن مردار زنا رو به بردگی و تجاوز. اونایی هم که سیدن خیلی افتخار میکنن از نسل هم اونا هستن. ملت ایران امروز ما به همدیگر احتیاج داریم، نه به این غریبه ها که پول ما رو به تروریست ها بدن که تمام دنیا
ملت عراق داد زدن گفتن ملت ایران ما باش، ملت ایران هیچ گرفتاری نداریم، ما با دولت ایران کار داریم که دوم این اجدها در عراق گفت ما دومش میزنیم سرش در ایران، شما مردم سر این اجدها رو بزنید. اجدهای توخالی اسم اجدها رو داره ولی توخالیه. اینا با وحشیگیری میخوان شما رو اینقدر بترسونن، ولی ملت ما از این وحشیگریان نمیترسه. ملت ما از اینقدر از این خطرات عبور کرده، ملت ما که از اینم به راحتی عبور میکنه. ولی امروز به نام عیسی مسیح عبور بکنین عزیزان، به نام عیسی مسیح اعتماد بکنین. میگه چی تفاوت بزرگی از میان آدم و مسیح موعود که میباید ظهور کند، و چی فرق بزرگی از میان گناه آدم و بخشش خدا. آدم اومد گناه کرد، شیطان اینو گول زد، گناه کرد، نافرمانی کرد، ولی انسان دوم که عیسی مسیح بود اومد نه نافرمانی نکرد، روی خدا بود که در جسم عیسی مسیح، و از آدم روی سیکس نمیدونم آدمی نیومد، بلکه روی خدا بر مریم رحم مریم نهاده شد که آدم دوم اومد گناه ما رو برداشت، روی صلیب رفت با خون خودش گناه ما رو برداشت. که ما امروز وقتی به عیسی مسیح ما میاریم دیگه از گناه آزاد میشیم. وقتی امروز جسم ما رو از این در این دنیا از دست بدیم، میدونین که با خدای پدره. یه فیلم کوتاه امروز دیده بودم، یه مرد تصادف میکنه تو ماشین میمیره، بعدن همه میگن که آقا این مرده، سرشو پلاستیک میکشن که مثلا بیان اینو ببرن برای قبرستان. ولی یک کشیشی داشت از طرف دیگر اتوبان میرفت، گفت خداوند بهش گفت که این تصادف دیدی دور بزن، بیا سر این مرده که مرده دعا بکن این زنده بشه. به راهنمایی خدا دور زد، اگزیت کرد، اومد دعا کرد، سرود خوند، سرود پرستشی خوند، دید خود مردم داره سرود پرستشی میخونه، زنده شد این مرده. قدرت عیسی مسیح اینقدره. وقتی به نام عیسی مسیح دعا میکنی مرده زنده میشه. ولی ایمان داشته باش، وقتی دعا میکنی با ایمان دعا بکن به نام عیسی مسیح. میگه چی تفاوت بزرگی از میان آدم که گفتم و مسیح موعود میباید ظهور کند، و چی فرق بزرگی از میان گناه آدم و بخشش خدا. آدم با گناه خود باعث مرگ عده بسیاری شد، اما عیسی مسیح از روی لطف خدا سبب بخشش گناهان بسیاری گشت تا محکوم به مرگ. روی لطف خدا سبب بخشش گناهان بسیاری گشت. یک گناه آدم موجب شد که عده بسیاری محکوم به مرگ شوند، در حالی که مسیح گناهان بسیاری را به رایگان پاک کرد و باعث می شود خدا ایشان را بیگناه بشناسد. عزیزان ببینین، هر کلامی که می خونین اگه باید بفهمین که کلام مال کلام خدا زنده است، باید زندگی تو شخصیت تو عوض بکنه. نه کلامی که به من یاد میده دروغ گفتن در جایی که به ضرر من دروغ بگی آزادی، یا برو زنا بکن ولی دو کلمه آیه قرآن بخون زنا قانونی بکن، یا هزارون جای دیگر، یا تو اون قرآن میگه در سوره 71 که همه میریم به جهنم، یا در سوره نساء میگه آدم ها نمیدونم مردا 5 تا زن بگیرن، زنا اگه زنت نمیدونم تو رو
نمیدونم ناراحت کرد میتونی بزنی، میتونی از سیت محرومش کنی، میتونی از پول محرومش کنی، میتونی از زندگی محرومش کنی. نه، اون کلام خدا نیست. کلام خدا اینه که وقتی میخونم زندگی منو عوض بکنه، تحولی در زندگیم ایجاد بکنه، شخصیت منو عوض بکنه. محبتی که خدا با این، وقتی به عیسی مسیح ما میاری، محبتی که خدا بهت میده، به انسان ها محبت میکنی، خشم نمیگیری به انسان ها، دوست داری، قلبت دوست داره همه رو کمک بکنی. خانواده دیگه اینجور نمیشه که یک زن و مرد جوان با هم ازدواج بکنن، مرد در فکر زناکاری باشه، در فکر این که باشه. وقتی دینی که عزیزان بهتون میگه که زلزله اومد، شما از بالا افتادین روی عمه خودتون، اگه اونجا برنامه اجرا شد اون بچه به دنیا اومد، نمیدونم، اشکال نداره. وقتی این جوری به تعلیم میده، همین میشه که این مرد میره با خاله خودش زنا میکنه. این فرهنگ به ما یاد میده. دین دین خدا نیست عزیزان. رگ گردنتون نزنه بالا، بریم بخونیم به فارسی که بفهمین دین دین خدا نیست. چرا اینقدر اخلاق و رفتار همه ما رو خراب داره میکنه؟ برای اینکه دین خدا نیست، دین از دین شیطانه که میاد ما رو بزنه، اذیت بکنه، ما رو داغون بکنه، زندگی ما رو نابود بکنه. میگه شیطان، ببین شیطان میاد تو رو بکشه، بدزده، نابود بکنه تو رو، ولی عیسی مسیح اومد بهت حیات ببخشه. با خون خودش، با مرگ خودش روی صلیب، و بعد از 3 روز زنده شدن خودش، که همیشه در زندگی تو حاضر باشه، خداوند زندگی همیشه با تو باشه، قوت قلب بده بهت. وقتی عیسی مسیح میگه من حیاتم، من راه و راستی و حیاتم، کی میتونه بگه عزیزان؟ کدوم پیامبر اومد بگه من راه و راستی و حیاتم؟ هر کس با من باشه حیات پیدا میکنه. دانیال وقتی شما میخونین، دانیال 4 حکومت اومد و اونجا بالاخره یکی از اون باسوادا، یکی از دانشمندای اون حکومت بود. وقتی می اومد یه چیزی میخواستن، این جوون ایرانی یهودی این بودی که به اونا میگفتی چیکار بکن، خوابشون رو تعبیر میکرد. وقتی با این خدا را میرین، حتی قانون که میذارن که میگن شما بایستی فقط یکی ده، همیشه اینجوری هستن شیطان پرستا، که اونایی که خدا پرستن برایشون توطیه میچینن. برای دانیل اینا هم توطیه چیده بودن که آقا شما یک کاری بکنین که یک ماه هیچ کس خدا را نپرسته، فقط از پادشاه چیز دستور بگیره. وقتی دیدن که یک ماه به خدا دعا میکرد، به طرف خدا دعا میکرد، اومدن گفتن آقا دانیل از دستور شما سر باز شده. به قول خودشون این اومدن محکوم کردن، انداختن تو جای چای شیران. ولی همونجا هم چون با خدا بود، خدا شیران نذاشت که اینو تیک پاره بکنن، شیران گرسنه. وقتی شاه، وقتی اومد شاه ایران داریوش بود فکر کنم، اومد سر اون چا گفت که دانیال زنده ای؟ اون خدایی که میخواست رو نجات بده، یا گفت آره خدایی که من میپرستم دهن شیرا رو بسته بود. این آورد بیرون، باید اونایی که توطیه کرده بودن انداخت توی چای شیران. هیچ توطیه ای که تو میکنی بر علیه انسانی که خدا پرسته، بدون که خدا اون توطیه تو رو یه روز باز میکنه، افشا میکنه، رسوا میکنه. وقتی به خدای زنده تو ایمان داری، اینا همه حرف و قصه نیست، برای شما دارم میگم. کلام عیسی مسیح کلام زنده است. بخونین این کلامو و ایمان داشته باشین که کلام، کلام خداوند تبدیل کننده به شخصیت و زندگی شماست.
بس در حالی که مسیح گناهان بسیاری را رایگان پاک میکنه و باعث میشه و خدا ایشان را بیگناه بشناسد. در نتیجه گناه یک انسان یعنی آدم، مرگ و نابودی همه چیز را در چنگال خود گرفت. اما تمام کسانی که هدیه خدا یعنی آمرزش و پاکی کامل از گناه را میپذیرند، از آن پس شریک حیات و سلطنت یک انسان دیگر یعنی عیسی مسیح میگردند. عزیزان، امروز بیا به این عیسی مسیح ایمان بیار تا نتیجه شو ببینی، تا بچشی که چه شیرینی از وقتی ما بهت میگیم که عیسی مسیح حیات دهنده است، عیسی مسیح تبدیل کننده زندگیته، عیسی مسیح میتونه شما را از هر گناهی پاک بکنه. حتی حالا که تو آدم کشتی، میخوای از این زندگی نکبتبار بیای بیرون، تو زنا کردی یا دزدی میکنی، میخوای از این زندگی کثیف بیای بیرون، میخوای پاک بشی، میگی خدای خسته شدم دیگه، اینقدر از بس که به بیراهی رفتم، همیشه خوردم به دیوار، به در بسته. امروز عیسی مسیح بهت میگه عزیز بیا طرف من، منم اون آب حیات، منم اون حیات زندگی جاودان، منم که میتونم تو رو بهت حیات بدم. امروز ما محتاجین خداوند زنده ایم. امروز بگوی عیسی مسیح من گناهکارم، بیا در زندگی من ای خداوند، گناه های منو ببخش. من میدونم که گناهکارم، من ایمان دارم که روی صلیب رفتی، بعد از 3 روز از قبر بیرون اومدی و خداوند زنده هستی و برای گناهان من خون تو ریختی تا من پاک بشم و حیات جاودان به من بدی. امروز به زندگیم وارد شو و من تو رو خداوند زندگیم میدونم. شکرت میکنم به نام پدر، پسر و روح القدس، آمین. همین میگم، وقت تموم شد عزیزان، تا وقتی دیگر بدرود، تا درودی دیگر. مرسی که برنامه های ما رو دیدین، به ما رو سپورت میکنین و به ما کمک بکنین لطفاً. مرسی.